سیان از ساختمان نوبل کارولینسکا در استکهلم همراه ماست و همکارم همایون خیری هم اینجا در استودیو همراه ماست. همایون، ابتدا این سوال رو بپرسم که پیش بینی میشه یا مشخص هست چه کسی امسال نوبل فیزیولوژی و پزشکی رو ببره؟ همین الان که شما داشتید خبرها رو میخوندین، برندگان رو اعلام کردن و دو تا از دانشمندان برجسته در زمینه علوم اعصاب، در واقع در حوزه علوم اعصاب، بیوشیمی و علوم اعصاب، اینها برنده شدن. یکی دکتر دیوید جولیوس در آمریکا که ایشون کشف کرده بوده چرا ما میتونیم حس بکنیم فلفل تنده. این چیزی که همه میدونیم، وقتی فلفل میخوریم احساس سوزش میکنیم در دهانمون. بنابراین دلیلش رو این پیدا کرده بود که دوتا پذیرنده هستن روی سطح سلولی که اینها وقتی فعال میشن ما احساس سوزش فلفل داریم. یه کسی دیگه ای که من فکر میکنم الان در بیروت خیلی جشن و پایکوبی باشه برای اینکه دانشمند دومی که امسال جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی رو گرفت، آدم پاتاپوتیان بود که ایشون به دنیا آمده، در بیروت به دنیا آمده. اون چیزی که ایشون کشف کرده یک پذیرنده در سلول که خیلی بامزه است. ما این دو سال درگیری در کرونا اینو از دست دادیم. وقتی آدم ها همدیگر رو بغل میکنه، وقتی دست میدن به همدیگه، اون حسی که در پوست ما احساس میشه، اون متوجه شده که این چه پذیرنده‌ای در سطح سلولی وجود داره که ما حس میکنیم کسی دستمون به اصطلاح زده یا بغلمون کرده. بنابراین این پذیرنده‌ای که به فشار حساسه. هر دو اینا برنده شدن و البته انتظار نمیرفت امسال چنین انتخابی باشه، برای اینکه همه درگیر واکسن و کرونا و اینا بودن. به نظر می‌رسید ممکنه کسانی که در تهیه یا در کشف واکسن علیه کرونا به اصطلاح دست داشتن اونا برنده بشن، ولی خب دو تا انتخاب بسیار جالب، شاید بامزه هم باشه این انتخابا، ولی در دوره کرونا ما باشون سر کار داشتیم. اصلا چه کسانی میتونن دانشمندان رو به کمیته معرفی بکنن؟ خود دانشمندان میتونن خودشون برن وارد این کمیته بشن یا نه؟ سوال خوبیه. هیچ کس خودش نمیتونه خودش رو به اصطلاح نامزد دریافت جایزه نوبل بکنه بنابر وصیت نوبل، یعنی اون چیزی که الان ما در جوایز نوبل در همه این یک هفته تکرار میشه این هست که کسی خودش رو نمیتونه به اصطلاح نامزد بکنه. ولی در مورد پزشکی و فیزیولوژی، مؤسسه کارولینسکا به وصیت نوبل، آلفرد نوبل، اون هست که میتونه تعیین بکنه. ولی چه کسانی؟ کسانی که در مؤسسه کارولینسکا هستن و درجه پروفسوری دارن، کسانی که در کارولینسکا هستن یا بودن و این درجه رو داشتن، به انتخاب اون کمیته، یعنی اون کمیته تشخیص میده. کسانی که در آکادمی علوم سوئد هستند در این زمینه، صرف نظر از ملیتشون، باز اونها میتونه. خود کمیته نوبل میتونه تصمیم بگیره کسانی که این شرایط شاملشون نیست اونا هم مشارکت داشته باشن در انتخاب. بنابراین تمام اون شش به اصطلاح بندی که برای به اصطلاح انتخاب برندگان نوبل آورده شده برگرفته از وصیت نوبل هست و در واقع اونا در تمام این سالها اینا انجام میدن. منتها بین نوبل پزشکی و نوبل های دیگه که آکادمی به اصطلاح علوم سوئد منتشر میکنه، این انتخاب میکنه، این تفاوت وجود داره که کارولینسکا پزشکی یا فیزیولوژی رو انتخاب میکنه. ممنونم از همایون. مهران عباسیان هم از ساختمان نوبل کارولینسکا در استکهلم همراه ماست. مهران، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم، اونجا چه میگذره و جایزه هایی که دریافت شده کمی بیشتر برای ما توضیح بده. خب فرهناز، دقایقی پیش همین سالن نوبل ساختمان کارولینسکای سوئد جایزه نوبل پزشکی، اولین جایزه این هفته، تقدیم دو نفر شد که کامل همایون توضیح داد به چه دلیل این جایزه رو گرفتن. دیوید جولیوس و آردم پاتاپوتیان این جایزه ها رو مشترکاً به خودشون اختصاص دادن. هرچند همه انتظار داشتن، خبرنگارانی که اینجا هستن از خبرگزاری‌های مختلف اومده بودن، همه این انتظار
رو داشتن که یه جورایی ربط به کووید 19 و کرونا داشته باشه این جایزه پزشکی، اما دیدیم که به دو نفر دیگه تعلق گرفت. امروز صبح مقابل ساختمان نوبل کارونیسکا جمعی معترض جمع شده بودن و با شعارهای در دستشون خواهان این بودن که یک شرکت واکسنی برای کووید 19 درست کنه که مردمی باشه. اونها فکر میکنن که تمام شرکت هایی که در حال حاضر دارن واکسن تولید میکنن به خاطر سود مالی خودشونه. امروز اولین روز برگزاری مراسم نوبل بود که اختصاص به نوبل پزشکی داشت. سه روز آینده هم به نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات اختصاص داره که اونها مراسماتش در استکهلم برگزار میشه، اما مراسم صلح نوبل در اسلو برگزار میشه که این پنج روز مراسم نوبل اختصاص داره به معرفی این کسایی که جایزه نوبل رو بردن. اما 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل روز درگذشتش هست، این جوایز اهدا میشه. 4 جایزه در استکهلم توسط پادشاه سوئد و جایزه صلح نوبل در اسلو اهدا میشه به برندش. ممنونم از تو مهران عباسیان از ساختمان نوبل کارولینسکا در استکهلم همراه ما بودی و همکارم همایون خیری که در استدیو همراه ما بود.